واکنش وزارت خارجه به دعوت رئیس مجلس نمایندگان از نخست وزیر اسرائیل ظاهرا بدون هماهنگی با دولت چه هست؟ همونطور که کاخ سفید گفته است، با اینکه نحوه دعوت ایشون کمی خارج از عرف دیپلماتیک بود، با خود دعوت یعنی مانع نمی‌بینیم. یعنی بارها نخست وزیر اسرائیل به نشست مشترک کنگره سخنرانی ایراد کرده است و به طور اصولی مشکلی نداریم با این، ولی نگفته نماند باید با دولت اسرائیل هماهنگ کنیم کاخ سفید در مورد جزئیات حضور نخست وزیر اسرائیل در آمریکا. آیا چنین اتفاقی رخ داده در این 24 ساعت گذشته؟ من نمیدونم. الان چیز تازه خبر در این مورد ندارم، ولی به طور اصولی ما همیشه در ارتباط هستیم با اسرائیل و با کشورهای دیگر و بر کسی پوشیده نیست که برخی وقتها اختلاف نظر هست در مورد بهترین وسیله برای رسیدن به هدف ما، ولی در مورد این هدف که ایران نباید به بمب هسته‌ای دست یابد هیچ اختلاف نظر نیست. فکر میکنید که آیا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شکلی داره بهره میبره از اختلافات یا سردی که بین روابط بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما بوده در این ارتباط؟ من فکر نمیکنم که موضوع سردی یا گرمی روابط است. یا این با هماهنگی ما و روابط ما با اسرائیل خلل ناپذیر است، خیلی قوی است و از این نظر هم با متحدان خارجیمون از جمله اسرائیل در حال هماهنگ هستیم و صحبت و مشورت رایزنی، هم با کنگره در به طور مداوم مشورت رایزنی میکنیم برای بهترین راه، بهترین گزینه ها برای رسیدن به برای تحقق این هدف ما. برشک باید قطعا کاخ سفید و وزارت خارجه نگران این باشن که حضور نخست وزیر اسرائیل که همیشه حامی تشدید تحریم ها بوده ممکنه کمک بکنه به سرعت تصویب تحریم های جدید در کنگره. نگران نیستید شما؟ نه، اصلا نگران نیستیم. همونطور که رئیس جمهوری اوباما چند روز پیش در نطق سالانه خود در نشست مشترک کنگره فرمودند، صریحا گفتند، یعنی راست و رک، که ایشون فکر میکنه وقت اعمال تحریم تازه نیست و این کار هیچ دردی دوا نمیکنه و اتفاقا خلاف منافع راهبرده آمریکاست و اگر خدای نکرده تحریم های جدید تصویب شود اون را ویتو خواهد کرد، چون ترس این است. ما که نگرانی آنیم که تحریم های جدید همکاران ما از ما دور می کند، جدا می کند و هم ساختار تحریم ها رو تضعیف می کند و برخلاف پیشرفتی که تا به حال کردیم کار می کند.